بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اوانه و المستشهدین بین یدیه. خب من در روز ثبت نام در وزارت کشور به صراحت اعلام کردم که اگر روند انتخابات به این ترتیب باشه من شرکت نخواهم کرد، رأی نخواهم داد و از کسی حمایت نخواهم کرد. من میخوام یه مقدار اینو تشریح کنم که چرا اینطوره. خب در این انتخابات یه اتفاق بزرگ افتاد. بخش مهمی از مردم رسما کنار گذاشته شدن. انقلاب شد که صحنه دست مردم باشه. اصل انقلاب این بود که اراده مردم حاکم باشه. مردم تصمیم بگیرن، مردم صاحب اختیار کشور باشن. وقتی اکثریت کنار گذاشته میشه این در واقع انحراف از انقلاب هست. خب امروز که وضعیت اجتماعی و اقتصادی ما در نابسامانترین وضع خودش در طول 42 سال به سر میبره، نارضایتی در اوجه، وضع اقتصادی بسیار بسیار خرابه، مردم در فشار بسیار سنگینی هستند. خب با این مدل انتخابات و این ترتیبی که داره جلو میره هیچ انرژی جدیدی تولید نمیشه. من میدونم یه دولت ضعیف بدون پشتوانه بیاد مشکلات زب در چند میشه و شرایط بسیار بسیار پیچیده تر و نامناسب تر از وضع فعلی خواهد شد. شاید بنونار رو هم میدونم. خب وقتی یه دولت ضعیف بیاد سر کار یه مقدار فشارها بیشتر بشه مجبورن از کیسه ملت امتیازات بیشتری بدن. من به خاطر ثبت در تاریخ، به خاطر اینکه ثبت بشه و همه بدانن که من میفهمیدم که این روند به ضرر کشوره، به ضرر ملته، به ضرر انقلابه، به ضرر نظامه، من در این گناه بزرگ کنار گذاشتن مردم، گناه بزرگ تحمیل مشکلات به مردم، آوردن یک دولت ضعیف و گناه بسیار بزرگ امتیاز دادن به بیگانه من نبودم. همه بدانند، خدا بداند که میداند، تاریخ بداند که من خادم کوچک ملت احمدی نژاد، من در این گناه بزرگ مشارکتی نداشتم. به همین دلیل من رأی نخواهم داد اگر تغییر ایجاد نشه در تصمیمشون و فرصت به مردم داده نشه، و البته از هیچ کسی هم حمایت نخواهم کرد.